با دو تا خبر داخلی شروع میکنیم دفتر مولوی عبدالحمید ادعای کشف ماینر غیر مجاز در مسجد مکی رو تکذیب کرده ماینر سیستان و بلوچستان یه دفعه بگید که که زرد میپختن داشتن اورانیوم غنی کردن دیگه ملا برادر خواستار دسترسی افغانستان به بندر چابهار شده جمهورستان که چوب حراج دیال فرق نداره کی باشه چی باشه به خیر بگذارم امیدوارم دو تا خبر خیلی جالب در مورد روسیه و خود پوتین داریم که ببینید فکر کنم شما مثلا چارشاخ گاردون پاره کنید اونم جلوتر بهش میپردازیم بایدن طرح وقفه بشردوستانه در غزه رو گام درستی توصیف کرده این وقفه قرار شد انجام بشه ولی نه به صورت روزانه بلکه مثلا یه ساعتهای خاصی در طول روز بگن آقا یه لحظه نگرد دارید نزنید خود کامیون بره و بیاد اسرائیل گفته اماس از بیمارستان به عنوان مرکز فرماندهی جنگی استفاده میکنه که با رسم شکل امروز یکی دوتا از این سپر انسانی و فیلمش رو بتونه نشون میدم اسرائیل میگه یحیا سنوار هنوز در غذا داخل تونل هاست اولین باره که از سامانه موشکی آرو سه استفاده میکنه همزمان که اسرائیل این طرف در غزه مشغول و گهگداری در طول روز هم چند بار لبنانو میزنه این وسط ها کنم بچه خوره بیکار بودن یه حمله هم به سوریه زده اونم جالبه جمهوری اسلامی یه هشدار تهدید مانند داده اونم اینه که گفته اجتناب ناپذیره که حالا دامنه های جنگ گسترده تر از غزه نشه که یه اتفاق خیلی جالب تر افتاده سخنگو دولت اسرائیل گفته که اگر این اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی وارد بشه اون نهایت اتفاق جمهوری اسلامی میبینه یعنی علنا گفته که اگه جمهوری اسلامی این اشتباه رو بکنه که بخواد وارد این داستان بشه کارش نهایتا تموم چند تا مثال خیلی جالب هم با رسم شکل زده که در مورد آمریکا و نیروهایی که اوورد و برنامه چی و غیره اون بررسی میکنیم اما دوباره تقوم معمول ارتش اسرائیل یه سری جارو شخت زده سر از اعضای واحد نخبه رو کشته و غیره یه خبر خیلی جنجالی اومده اونه که در زمانی که هفت اکتبر این حمله انجام شده تصاویری که اومده بیرون همون لحظه که حمله داره انجام میشه چهار تا خبرنگارای خبرگزاری بسیار معروف در صحنه حضور دارن یعنی قدر مسلم اینا که خب عرب زبان هستن از قبل هماهنگ شده بودن که اونجا حضور داشته باشن هیچ جوری نمیشه بگیم که اینا نمیدونستن مثلا یارو با بیرجامه خوابیده بوده تونسته اولین نفر در کنار مثلا موتوریا اونجا حضور داشته باشه این یه صدا خیلی بزرگی در دنیا به پا کرده که این امروز با هم دیگه مرور میکنیم یه خبر که دقیقه آخر رسید دستم جمهوری اسلامی میزبان احتمالی بعدی مجاهدین رو ترور کرده البته طرف زنده مونده هم خبر بسیار جالبیه ببینید که اینا چه مارمولک هایی هستن بریم اخبار بزرگ ببینیم امیدوارم که مورد پسند و رضایت شما قرار بگیره <متصفح> <متصفح> عرض درود ادب دارم فراد متقی اینجا اخبار خاموشه در این کانال سعی میکنم اخباری براتون بیارم که امیدوارم جای دیگه ای پوشش نداده باشن خبرها که برای شما میارم معمولا تحلیل متفاوتی ازش دارم یا اخباری که در لابلای خبرها گم میشه و بعضی وقتا یه نکته یه کلیده که با اون میشه تمام درها رو باز کرد کلا ذهن آدم ها از یه جای برمیداره و یه سمت دیگه میبره اون قسمت که تالا تاریک بوده رو روشن میکنه حالا شاید من قدرت اینو نداشته باشم که روشن بکنم ولی در حد یه از این چراغ موشی ها فانوس ها از این فندک هایی که تو تاریکی میگیرن شاید بتونم کمک بکنم ممنون میشم اگر سابسکرایب کنید در کانال و لطف میکنید اگر لایک بزنید تا در فضای مجازی عزیزان علاقمند بیشتری بتونن به این ویدیو دسترسی داشته باشن بریم از خبر مولوی عبدالحمید شروع کنیم به حال امروز جمعه بوده هر جمعه مولوی عبدالحمید بحث‌های خودشون رو در سیستان و بلوچستان داره دفتر امام جمعه اهل سنت زایدان ادعای جدید خبرگزاری فارس در مورد کشف 80 ماینر غیرمجاز در مسجد مکی رو در راستای پرونده و تشدید فشارهای اخیر بر مجموعه دارالعلوم مکی توصیف کرده حالا سوا این که آقا تهمت جمهوری میزنه و دیگه خوراکش و اینا بحثی نداریم آقا یه چیزی بگید بگونجه الان ماین کردن سود نداره کی داره ماین میکنه الان همه ماینرها رو فروختن اتریوم که تازه سود داشتش تمامش اوراق کردن دستگاهش دارن میفروشند هیچکی نیست بخره شما الان تازه یاد افتاده که یه چیز خفن خارجی بخواد به میشه ماینر این دفتر با دروغ و افترا خواندن ادعای این خبرگزاری نزدیک به سپان نوشته عدم پایبندی به حد اخلاق اسلامی و رسانه ای سبب شده که افکار عمومی دیگر هیچ گونه توجیهی به این قبیل خبرها نمی و حنای این خبرگزاری ها دیگر رنگی در بین جامعه نداشته باشد خبرگزاری فارس بخواد ادعا شو. حالا اثبات کنه فقط کافی فیش برق مسجد مکیونشون بده و 80 تا توی مسجد اصلا نمیشه گذاشتون برقی که مصرف میکنه با مسجد حل نمیشه حالا میگفتی 4 تا 5 تا میگفتیم حالا شدنیه خبرگزاری فارس روز چهارشنبه 17 آبان آقا این ماینر میگم شاید بعضی ندونن برای استخراج بیت کوینه خبرگزاری فارس روز چهارشنبه 17 آبان ما از قول یک منبع آگاه نوشت که مسئولان مسجد مکی در راستای کسب منافع نامتعارف و, و با کمک عوامل خارجی 80 دستگاه ماینر رو وارد کرده و اقدام استخراج رمز ارز کردن میدونید که ما وقتی بسه خارجی میاد اکثرا موهای بور و چشای زاغ و اینا میاد ولی نزدیکترین خارج به سیستان و بلوچستان هزاران کیلومتر فاصله داره یعنی این قاعدتا چیزی که از افغانستان بیارن و چیزی نیست که از پاکستان بخوام بیارن و اینکه بازم دارم میگم زیر ساختش هست هم از شده مکی نداره برای همچین چیزی این خبرگزاری شواهدی برای بر مدعای خود ارائه در هنوز سازمان یا نهاد امنیتی و اطلاعاتی هم چنین ادعایی رو تکرار نکرده این دومین بار در یک هفته است که این خبرگزاری نزدیک به سپا اخباری رو در ارتباط با مسجد مکی و امام جمعه اهل سنت منتشر میکنه این خبرگزاری روز دوشنبه 15 آبان اعلام کرده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 5 نفر رو با 22 دستگاه ارتباطی و استارلینک بازداشت کردند که بر اساس پیگیری های فارس دو محمول از این دستگاه رو سازمان امنیت ملی آمریکا برای دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان فرستاده یعنی روی پکیج نوشته بوده Please ship this package تو to... چی امام جمعه زاهدان دات کام اینقدر بعضی از این ادعا احمقانه است احمقانه است که حد نداره اولا که خیلی جالبه میگه 22 دستگاه ارتباطی و استارلینک یعنی اون 22 دستگاه ارتباطی یه چیز دیگه است استارلینک هم با خودشون داشتن استارلینک چیه استارلینک اون ماهواره که تو فضا <تص> تجهیزاتش رو میخوان بگم دیگه نمیشه 22 دستگاه ارتباطی و استارلینگ میشه دیش و ریسیور مثلا استارلینک و بازم بر من عجیبه دفتر امام جمعه زاهدان اگر دسترسی به اینترنت داشت نوع مبارزش متفاوت بود اگر بازم تاکید میکنم اصلاح کنید اگه غیر از این میگم اگر آقای مولوی عبدالحمید دسترسی به اینترنت داشت آدم اینترنت بروی بود ما که دیدیم حتی فیلم های هم که از اونجا میاد کیفیت نداره مردم با گوشی تو خیابون گرفتن اگر دسترسی به اینترنت داشت نوع مبارزش نوع مبارزه ای میشد که استانهای های دیگر هم بتونه جذب بکنه اتفاقا علت این که بقیه استان ها جذب نشدن به خاطر سبک مبارزه ای آقای عبدالحمیده که فقط در سیستان و بلوچستان جواب میده سبکش خارج از استان هم جواب نمیده یعنی ایشون از استان های دیگه هم بی خبره که بخواد تو اینترنت مثلا باشه چی کار کنه دفتر اون زایدانیز نیز ساعتی, ساعتی, بعد از آن با سناریو سازی مضموم نامیدن این خبر گفته ادب از انتشار این ادعا تلاش برای محدود گرد کردن مطالبه گری اعمال فشار پرونده سازی و تخریبه قبلا بخش از بولتن محرمانه فارس خبرگزاری واسه به که توسط گروه هکری بلک ریوارد منتشر شده بود نشان میداد که خامنه در واکنش واکنش به جنبندی نهادهای امنیتی و نظامی مبنی بر بازداشت مجمع اهل سنت زاهدان دستور داده بود که مولوی عبدالحمید رو نباید بازداشت کنید بلکه باید بی آبرو کنید حالا نمیدونم شما فکر کنید آیا اگر یه نفر اصلا فرض محال بگیریم که داشتن براش استارلینک لینک اولا یه نفر آدم یا یه مسجد که 22 تا کنه میخواد یه دونه بسته دیگه چه خبر تا هم میتونم بگیرم حالا اصلا فرض کنیم که اینترنت داشته میگرفته استارلینک آیا با استارلینک بی می میشود قطعا همچین اتفاقی نمیفته خیلی از شرعی شو بخوام بگم خیلی از حلاله های دنیا برای مردم ما در داخل کشور حرومه مثل چی؟ من در یک کشور آزاد زندگی میکنم اصلا همین الان میتونم به هر تعدادی که دوست دارم ماینر بخرم بزنم به برق شروع کنم دستگاه دیگه میخری شروع میکنه ماین میکنه اگر سود بکنم سود کردم اگر بیت کوین ارزون بشه ضرر کردم پول برقشم باید از جیبم بدم در جمهوری اسلامی این کار جرمه چرا چون خودشون دوست دارن کارو میکنن دیگه چی جرمه اینترنت اینترنت آزاد من از آلمان میتونم از آمریکا اینترنت بخرم یا از هر جای دنیا که دوست دارم اینترنت ماهواره بگم. بارها باره گفتم اینترنت ماهواره خیلی از شرکت ها ارائه میدن استارلینک خوبیش اینه که همه جا ارائه میده میتونم بگیرم آلمان نمیتونه بگه برای چی من اینجا خودم این همه شرکت هست که دارن میفروشن تو رفتی از اونجا گرفتی او خب دوست دارم به کس ربطی نداره اما در جمهوری اسلامی این هم جرمه هزار یک اتفاق دیگه هم هست که در جمهوری اسلامی همه اینا جرمه اما افغانستان ملا برادر خواستار دسترسی افغانستان به بندر چابهار شده عبدالقنی برادر سرپرست معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان در ادامه سفر خود به جمهوری اسلامی بگیم بهتره چون واقعا ایران این تروریست ها رو نباید راه بده از بندر چابار در استان سیستان بلوچستان بازدید کرده این مقام طالبان خواستار کمک جمهوری اسلامی برای تسهیل صادرات و واردات خشخاش ناب کابل نه اینو نگفته ولی آخه صادرات چی افغانستان چی میخواد صادر کنه که میگه از این از مسیر این بندر جنوبی استفاده کنه واردات رو میتونیم قبول کنیم ولی صادرات لطفا غیر از جنس ناب کابل اگر چیزی تو ذهنتون میاد در کامنت برای من بنویسید معاونت اقتصادی نخواست وزیر طالبان در صفحه شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق نوشته که عبدالغنی برادر در سفر به چابهار و, و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی خواستار فراهم شدن زمینه برای دسترسی افغانستان به بندر چابهار شده همین منبع افزوده که طرف ایرانی نیز به نمایندگان طالبان گفته که افغانستان میتونه از فردا از این بندر برای صادرات واردات و ترانزیت استفاده کنه عبدالغنی برادر هیئت همراه از روز شنبه سفر رسمی خودشون رو به ایران به دعوت مقامات این کشور آغاز کردند وی بالاترین مقام طالبان که از زمان بازگشت این گروه به قدرت به ایران سفر میکنه عبدالغنی برادر در روزهای گذشته با دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله محمد مخبر معاون رئیس جمهوری و علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران احمد وعیدی وزیر کشور و علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی دولت رئیسی دیدار کرده به گفته به نوشته خبرنامه دفتر معاونت اقتصادی نخست وزیری طالبان به دنبال گفتگوی ملا برادر با حسین مدرس خیابانی استاندار استان سیستان و بلوچستان حسن کاظمی قومی سفیر ایران در افغانستان حجت الله عبدالملکی مسئول مناطق آزاد ایران و قاسم عسکری مسئول بندر چابهار دو طرف در خصوص دسترسی کامل افغانستان به بندر چابهار و ایجاد تسهیلات در این زمینه به توافق رسیدند. چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران واقع در جنوب شرقی کشوره و ایران را از طریق خلیج عدن و دریای عرب به اقیانوس هند وصل میکنه. در زمان حکومت جمهوری در افغانستان تهران، دهلی نو و کابل در سال 1395 برای توسعه این بندر توافقنامه سه جانبه امضا کرده اصلا یه بار که دو دستی اینو تقدیمش کردن به هندوستان بعد به زمینه حالا تحریم و اینا که پیش اومدش داستان مقدار عوض شد اما وضعیت اونور داره در اوکراین یه جور عجیب و تغییر پیدا میکنه یعنی علا رقم که حالا جدیدا دوباره یه کمک دیگه کم هم فکر کنم چل میلیاردی به زلنسکی گفتن پول میدیم در ویدیوهایی در ایکس اومدن شماره کارت گذاشتن یا پول بدین میخوایم درون بگیریم افسرای روسیو رو بزنیم فیلم برداریم کردن واقعی رئال تصویر که اینجوری بمبو میندازه بدبخت اون وسط کشته میشن تا این مرحله قفل بوده که دیگه از شهروندای عادی تقاضا بکنه زلنسکی بگه پول بدید که میخوام با روسیه بجنگیم از اون دارم یه اتفاقات مهمی داره اونور میفته دو تا خبر انتخاب کردم که هر دوتاش نشون این اتفاق یکیش این که پوتین در یک سفر غیرمنتظره شبانه از مقر عملیات علیه اوکراین بازدید کرده بنابر اعلام کرملین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک بازدید غیرمنتظره شبانه از مقر عملیاتی ارتش روسیه در شهر روستوف نادونو در جنوب روسیه بازدید کرده این دومین سفر رئیس دولت روسیه به روستوف در کمتر از یک ماه گذشته است کرملین در بیانیه اعلام کرده که آقای پوتین بعد از بازگشت از سفر رسمی قزاقستان به مقر نیروهای مسلح روسیه در شهر روستوف نادونو رفته بنابر اعلام کرملین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک بازدید غیرمنتظره شبانه از این مرکز بازدید کرده به گفته همین منبع در این سفر سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و والر والری گراسیموف فرمانده ستاد کل ارتش و فرمانده عملیات نظامی اوکراین نیز رئیس جمهوری روسیه رو همراهی کردند به نظر میرسه که تصمیم بزرگی رو قرار اونجا ولادیمیر پوتین بگیره از اون طرف هم زلنسکی امروز نوشته بودش که آقا اون ضد حمله که ما گفتیم هنوز شروع نشده ضد حمله اصلیه مونده و قرار شروع بشه میدونیم که ما میشه پول بده پول بده توی این مایه هاست گفته بدید مایه رو بدید سر رو شل کنید که حرکت بزنیم اما این اتفاق از خارج از این محدوده به جای دیگه احتمالا درس کرده چون امروز اتفاق عجیبا غریبه افتاده پوتین که رفته بود قزاقستان تو نشسته خبری که داشتن از یه جای جلسه یهو رئیس جمهور افغانستان ببخشید قزاقستان زبان رو عوض میکنه یعنی خب قزاقستان کاملا میتونن روسی صحبت کنند معمولا جلساتشون به زبان روسیه وسط صحبت خودش یهو سویچ میکنه رو زبان قزاقستانی این باعث میشه که پوتین دنبال هدفون بگرده همه اوزار یه رو ببینید همه دنبال گوشی میگردن حتی پوتین و همم هم شوکه شدن که این اتفاق چی بود همه دارن دورور رو نگاه میکنن یه لحظه گفتن نکنه مثل گیم آفترونز قراره از در بیان تو عمر بزنن سلاخی کنن در اینکه تغییر قابل توجه در سفر پوتین به قزاقستان رئیس جمهور قزاقستان سخنرانی خود رو به زبان قزاقستانی آغاز کرد که از استفاده معمول زبان روسی فاصله گرفته قیافه مقامات رو ببینید چشا از حدقه زده بیرون این تغییر غیر منتظره هیئت روسی شگفت زده کرده اونها رو وادار کرد دنبال دستگاه ترجمه بگردن تغییر زبان به حال روسی و قزاقستان لحظه بی سابقه رو در روابط بین دو ملت رقم زد این اولین بار که این اتفاق افتاده و قدر مسلم یک پیامی هم برای این داستان حتما وجود داره از استفاده از این زبان برای اولین بار میخواستن مطلب خاصی رو به نظر پوتین و همچنین همزمان رسانه های بین المللی و مردم دنیا برسونند اما بایدن طرح وقفه بشر دوستانه در, در جنگ غزه رو گامی در مسیر درست خوانده آقای جوک بایدن رئیس جمهور آمریکا طرح وقفه کوتاه بشر دوستانه در جنگ در غزه در رو گامی در مسیر درست توصیف کرد آمریکا اعلام کرده که اسرائیل با وقفه بشر دوستانه چهار ساعته روزانه در عملیات نظامی خود در نوار غزه موافقت کرده تا غیر نظامیان ساکن باریکه بتونن به نواحی جنوبی برن یعنی همچنان در روز چهار ساعت رو دیگه نمیکوبن که اهالی بتونن برن گرچه که متاسفانه امروز تصاویر خیلی سختی اومده بود یه خود مردم غزه فیلم گرفتن که آدمایی که دستمال سفید دستشون گرفتن میخوان حرکت کنم، به سمت جنوب برم به محض اینکه به فضای میرسن که فضای بازه نیروهای حماس پشون تیراندازی میکنن مجبورشن فرار کنن برگردن و دوباره برن داخل خونه ها جو بایدن در شبکه ایکس نوشته هفته هست که من با رهبران اسرائیل درباره اهمیت وقفه های بشر دوستانه در جنگ برای رساندن غیر نظامیان به مناطق امن حمایت از آزادی گروگان ها و افزایش ارسال غذا آب و دارو به غذا صحبت کردم رئیس جمهور آمریکا در ادامه به دو گذرگاه ایجاد شده برای شهروندان غزه اشاره کرد که به ساکنان مناطق جنگی در غزه اجازه میده که از این مناطق خارج بشن وی تاکید کرد تلاش خواهد کرد میزان کمک رسانی به غزه رو به حداقل 150 کامیون کمک رسانی در روز برسونه جو بایدن در ادامه نوشته اجازه بدید خیلی صریح و روشن بگم البته جو بایدن براش نوشتن دیگه میدونید اسرائیل خودش تصمیم میگیره اونها در حال نبرد با دشمنی هستند که در میان جمعیت غیر نظامی پنهان و مردم بیگناه فلسطینی رو در معرض خطر قرار میده آنها اسرائیلی ها این تعهد رو دارند که بین تروریست ها و غیر نظامیان تمایز قائل بشوند و قوانین بین رو کاملا رعایت کنند رئیس جمهور آمریکا در ادامه تاکید کرده این وقفه های کوتاه مدت به انتقال غیر نظامیان به مناطق امتر و دور از جنگ کمک میکنه آنها گامی در مسیر درست هستند جو بایدن گفت به شما قول میدهم به دفاع از امنیت غیر نظامیان و تمرکز بر افزایش کمک و برای کاهش در دورنج مردم غزه ادامه بدم طی بیش از یک ماه گذشته نوار غزه همچنین در محاصره کامل نیروهای اسرائیلی بوده و ارتش این کشور از ساکنان شمال غزه خواسته به مناطق جنوبی نقل مکان کنند به گزارش رویترز هزاران فلسطینی به رغم دستور اسرائیل برای تخلیه منطقه محاصره شده در شمال به بیمارستان الشفا در شهر غزه پناه بردند در همین زمینه خانم باربارا لیف دستیار وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه به نمایندگان کنگره این کشور گفت احتمالا آمار کشته شدگان در غزه حتی میتونه بیشتر از آمار اعلام شده باشه اما اسرائیل باز هم تاکید میکنه که حماس از حماس از بیمارستان به عنوان مرکز فرماندهی جنگ داره استفاده میکنه رویترز گزارش میده که با وجود خروج هزاران فلسطینی از شمال غزه بسیاری از ساکنان در شمال ماندند و در دو بیمارستان اشفا و قدس مستقر شدند در حالی که عملات زمینی و هوایی اسرائیل به غزه همچنان ادامه داره این رسانه به نقل از منابع اسرائیلی میافزاید که حماس از بیمارستان ها در شمال غزه به عنوان مراکز فرماندهی جنگ استفاده میکنه ساکنان غزه به رویترز گفتند که نیروهای اسرائیلی برای یافتن مرکز فرماندهی حماس به سوی بیمارستان الشفا میرن ارتش اسرائیل در صفحه ایکس خودشون ویدیویی از اعترافات یکی از شبه نظامیان فلسطینی رو پخش کرد که میگه حماس و چند گروه تروریستی دیگر از, از آمبولانس برای انتقال سلاح محموله و غذا استفاده میکنن اما نکته جالب که در یکی از لایوهایی که شبکه الجزیره داشته حالا دو نکته داره این که میگم داشت همجوری لایو داخل بیمارستان الشفا رو نشون میداده که مثلا مردم دست دارن میرن و میان از دستشون در میره یکی از تروریست های مسلح نشون میدن که خیلی ها تونستن این فیلم رو این تیکر رو داشته باشن چون جالب حالا این هستش که متاسفانه انقدر اینا کار درستن اون اصله هست میاد بالا دوستان انقدر آدم های صاف و ساده و دوست داشتنی هستن که اصلا برای شما مهم نیست که حقیقت چیه مهم اینه که همون چیزی که تاشتن میگفتن رو تکرار کنن اون سیخکه که اون بالا داره میره و میاد اصله هست من تکرار کنم برای همینه که بعدش الجزیره بعد از اینکه این تیکه وایرال میشه به پخش میکنن میره اون پستی که لایو استریم خودش بوده رو از فضای مجازی حذف میکنه ولی خب به حال فیلمش اومده بود و همه در اختیار دارن در بر ارگان خبری ارتش اسرائیل روز پنجشنبه گزارش داده که ارتش این کشور یک مقر فرماندهی حماس در غرب جبالیا رو تصرف کرد همچنین ابراهیم ابو ابو مقصیب فکر کنم فرمانده سامانه موشکی ضد زرهی در تیپ مرکزی حماس در حمله ارتش اسرائیل کشته شده همزمان با پیشروی ارتش اسرائیل در خاک غزه رؤسای موساد و سیابا نخست وزیر قطر در رابطه با توافق احتمالی برای توقف درگیری و آزادی گرگان ها دیدار و گفتگو کردند جزئیات بیشتری فعلا منتشر نشده جان کربی همان کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفته دولت اسرائیل با توقف چهار ساعته جنگ در روز موافقت کرده به گفته وی توقف درگیری‌ها به ساکنان غزه این امکان رو میده تا از امتداد دو کریدور شمال به جنوب در ساعتهایی یاد شده بتونن منطقه رو تخلیه کنن اما این اتفاق در مورد هر فضایی که میشه توش زن و بچه قرار داد داره میفته یعنی فقط مخصوص بیمارستانه نیست شما هر جایی که بگید بگین شیر زایشگاه، مهد کودک مدرسه هر جایی که بشه رو داره اسرائیل به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه فیلم جدیدی که از یک مدرسه گرفتن اگر دقت بکنید کلاس درس در یک مدرسه نه حالا الکلیه به فارسی معنی همون کلیه میده ببینید که اولا چه کلاس های درس با کلاسی دارن برعکس نمش با پول مردم ایرانه دیگه هر چی در غزه ساخته شده با پول مردم ایرانه ولی همین که شخص میاد بیرون ببینید چند متریش چی قرار داره تمام این تجهیزاتی که میبینید تمام این تسلیحات و خمپاره و این دریبری که دارید میبینید داخل مدرسه است و فقط کافیه که حالا مثلا یه موشکی یه ترکش یه چیزی بخوره این منفجر بشه اون موقع واویلا واویلا ای را میفته که قادتا خب یه حالا بچه میمیرن دیگه بعد چی میشه این میشه که بگن آقا اسرائیل زده بچه مردم رو کشته اسرائیل میگه یحیا سنوار هنوز در غزه داخل تونل هاست این اتفاق خیلی خوبیه چون محاصره دارن تنگ میکنن بتونن بگیرنش فکر کنم این جزء چیزایی که واقعا میرن مرحله بعد با گذشت 35 روز از آغاز حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که اعلان جنگ این کشور علیه آن گروه در غزه رو در پی آورد رهبران اسرائیل معتقدند که یحیا سنوار رهبر داخلی حماس در باریکه غزه هنوز در این منطقه است و فرصت فرار پیدا نکرده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بامداد جمعه 19 آبان به شبکه فاکس نیوز گفته که سنوار و رهبری حماس هنوز آنجاست تونل های زیرزمینی غزه رسانه اسرائیلی روز پنجشنبه عکسی از یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل رو نشون دادن که با حضور در داخل غزه در مکانی در حال رایزنی با نظامیانی که دو عکس یحیی سنوار و یکی از برادران او که وی نیز از فرماندهان گروه تندروی حماسه در اون اتاق قرار داره یک روز قبل از اون نیز آقای گالاند گفت یحیی سنوار در تونل هاست و فرماندهان گروه خود رو به کشتن فرماندهان گروه خود رو داره به کشتن میده وی اضافه کرده که ارتباط سنوار با فرماندهانش قطع شده و او از جانب از بیم جان خود و جلوگیری از احتمال شناسایی محل اختفاش با فرماندان ارشد خودش هم قطع رابطه کرد اسرائیل معتقده که بخشی از سران اصلی حماس در زیرزمین بیمارستان شفا و بیمارستان دیگه در غزه پنهان هستند اما پیچیدگی این تونل ها برای هر قدرتی بسیار طاقت فرساز خیلی سخته همه اینها رو امروز داشتم مطالعه کردم دیدم که میزان تونل های زیرزمینی غزه از شبکه متروی نیویورک مقدارش یعنی طولش بیشتره در زیر سطح غزه یک شبکه وسیع 300 مایلی از تونلها قرار داره که شبیه به یک سیستم حمل نقل شهریه این تونلها که از دید پنهان موندن نقش اساسی در غزه ایفا کرده و اشتغال اشتغال و حجوم اقتصادی رو فراهم کرده اما دیده نشده این اتفاق اتفاق بسیار بسیار سختی شناساییش و از بین بردنش این تونل ها که از دید پنهان موندن داره توسط بلدوزه رو بعضی انفجارها غیره سعی میکنن بتونن اینها رو تخریبشون کنن افشاگریهای اخیر از جمله روایت گروگان 85 ساله آزاد شده نشون میده که چگونه حماس از این تونل ها برای سرپناه و مخفی سازی استفاده کرد ارتش اسرائیل درگیر عملیات پیچیده برای رسیدگی به تونل هاست که برای عملیات نظامی و زنجیره تأمین حماس بسیار حیاتی همونطور که در خبرها بود و صحبت کردیم در موردش داخل این اکسیژن بوده آب بوده دوش آب بوده یعنی طرفتون قشنگ مثل موشکور یا مدتون زیر باز خودش بلوله منابع ارتش اسرائیل تنوع تونل ها رو از راهروهای باریک گرفته تا گذرگاه های وسیع حاوی امکانات حیاتی رو تشریح کردن تخریب این تونل ها هدفی اساسی برای اسرائیلی که هدف آن از بین بردن شبکه حماس کاهش قاچاق و خونسا کردن حملات و اما اسرائیل اولین بار از سامانه ضد موشکی آرو 3 استفاده کرده وزارت دفاع اسرائیل خبر داد نیروی دفاع هوایی این کشور برای نخستین بار این سامانه موشکی رو بردن و برای سرنگونی یک پرتابه انفجاری شلیک شده از سمت دریای سرخ استفاده کردند سامانه یاد شده برای رهگیری و انهدام موشک های بالستیک طراحی و ساخته شده قبل از این حسی شیعه یمن اعلام کرده بودند که با موشک های بالستیک به اسرائیل حمله کردند احتمال میره که این موشک هم از همون بر پرتاب از همون بر آمده باشه ارتش اسرائیل در واکنش به حمله هواپیمای بدون سرنشین به ساختمان مدرسه در شهر ایلات واقع در جنوب اسرائیل اعلام کرد که به اهدافی در سوریه حمله کرده. این ارتش در ایکس گفته ارتش سوریه رو مسئول کامل هر گونه فعالیت تروریستی که از خاک این کشور سرچشمه میگیره میدونه یک مدرسه در این حمله پهبادی متاسفانه آسیب دیده اما قبل از اینکه ادامه اخبار رو با هم دیگه بریم بریم یه ویدیو کوتاه با هم دیگه ببینیم از زحمت ها که بچه همین کانال کشیدند و با لطف و عشقی که هموطنهای خودشون در سیستان و بلوچستان داشتند بنیاد نوروز 181 جفت کفش برای بچه های در منطقه لاشار در سیستان و بلوچستان تهیه کنه که بچه ها بسیار بسیار محرومن روزانه باید کیلومترها پیاده بیان به مدرسه برسن شرایطشون خیلی سخته معمولا با دمپایی بسیار کهنه و کفش پاره این مسافت رو پیاده میان که حالا این 181 جفت کفش قطعا میتونه انگیزه بسیار مثبتی به بده برای ادامه این مسیر سختشون که واقعا بسیار سخته در اونجا درس خوندن هزار یک دلیل برای ترک تحصیل وجود داره اما برای درس خوندن واقعا باید شخص خیلی اراده قوی داشته باشه از بد حادثه دیویست نفر دیگه در همین مدرسه فقط هستن که به اونها کفش نرسیده اون داریم کمک کنیم دست به دست هم بدیم بتونیم این دیویست شب کفش هم فراهم کنیم تا این عزیزان همشون با هم نونوار بشن در یه جای دور در کشور عزیزمون ایران جایی که مردمش دقدقه اصلیشون داشتن نون و آب و درس خوندن جز امکانات لاکچری محسوب میشه جایی که بچه های اون انقدر محرومن که با کوچکترین اتفاق برق شادی تو چشاشون هویدا میشه بنیاد نوروز تونست با کمک های شما یک همیاری بسیار خوب اونجا انجام بده و برای بچه های محسل کفش تهیه کنه کلا در این مناطق خرید لباس خیلی مرسوم نیست معمولا بچه ها یا پا هستند یا کفش ها دنپایی بسیار کهنه پاشونه اما با کمک شما حداقل برای یک تعداد از این دوستان داستان تغییر کرد چون با کمک شما تونستیم تعداد زیادی کفش براشون تهیه کنیم اومدیم روستای سیف آباد شهرستان لاشار استان سیستان و بلوچستان الحمدلله تعداد یک جفت کفشی که به این جانب حمزه بوش تحویل داده شده بود برای مدرسه شیخ سجادی سیف اینا رو تحویل گرفتیم ما و از بانی این کار قبول زحمت فرمودند و به ما اعتماد کردن تشکر میکنیم و خواهشی که از ایشان داریم این است که هنوز تعداد دویست دانش آموز از مقطه ابتدایی بینان کفش تعلق نگرفته امیدواریم که این کفش باقی مانده رو هم تکمیل بفرمایید تا همه دانش آموزان روستا خوشحال باشند این صورت های مهربون درسته که جیباشون خاریه ولی قلبی دارن از طلا خودتون میدونید که چقدر سخت وقتی توی مدرسه 181 نفر کفش نو بگیرن و 200 نفر دیگه فقط نظارگر باشن برای همین که بعضی از چهرهایی که میبینید کاملا قمگینه اما مطمئنم که با لطف و مهر و عشقی که شما دارید 200 عدد کفش واقعا عددی نمیشه اونم در ایران که شما قطعا میدونید وقتی در خارج از کشور زندگی میکنید این پول وقتی در ایران تبدیل به تومن میشه عددش قابل ملاحظه است امیدوارم با دیدن این برنامه هر کدوم از شما تصمیم بگیرید پنج جفت یا ده جفت کفش هزینش رو متقبل بشید تا این نازنینان زیبا روی هم در نهایت محرومیتی که هستن بتونن از این کفش ها استفاده کنند و اینجوری نباشه که یه سری از همکلاسیاشون کفش نو بپوشن و بقیه با کفش کهنه یا با دمپایی اونجا باشن و همش با خودشون این صحبت رو داشته باشند که چرا ما اینقدر بد شانس بودیم که به بقیه کفش رسید و به ما نرسید مطمئنم در کنار شما بزرگترین کمک ها رو به مردم عزیزمون خواهیم کرد و شایدم یه روزی با کمک همین شما تونستیم کشور خودمون رو آزاد کنیم تا این دلها همیشه شاد باشند برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت سایت www.nours.org کرده و یا با شماره تلفن یک هفت صد و چهار و چهل و چهار هفت هزار و هشت صد تماس بگیرید حال بله دوستای عزیز و مهربونم لطف کنید کمک کنید بذارید در این بچه ها شاد بشه انگیزه برای رفتن به مدرسه داشته باشن شماره بندیاد رو صفحه از یک هفت صد و چهار و چهل و چهار هفت هزار و هشت صد و نوروز.org که از اون طریق میتونید کمک خودتون رو برسونید بشه کفش و بره پای بچههایی که قرار آینده ایرانمون اگه بگیم نه حداقل آینده سیستان و شستانشون رو خودشون بسازن اما هشدار جمهوری اسلامی در قالب تهدید اجتناب ناپذیر بودن گسترش دامنه های نبرد های غزه به قول یارو گفت بترسیم حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که حکومت او حامی گروه افراطی حماسه مدعی شده که گسترش جنگ غزه امری اجتناب ناپذیره اون سخنان رو پنج شب 18 آبان در گفتگوی تلفنی با همتای قطری خودش محمد بن عبدالرحمن آل آلفانی که حامی دوم حماسه بیان ادعا کرده که دلیل این عقیده او ارتکاب خشونت اسرائیل علیه غیر نظامیان در غزه است حالا اجتناب ناپذیری کی قرار اجتناب ناپذیرش کنه نمیدونن که در منطقه انسانهای آزاده زیادن از آغاز جنگ جاری حسین حسین امیر عبداللهیان در دو سفر به دوه نیز با همتای قطری خودش دیدار کرده بوده با این حال گفتگوی تلفنی وزیر خارجه قطر با همتای ایرانی ساعاتی بعد از نشست مشترک رؤسای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا و موساد اسرائیل با سران قطر انجام شده رسانه اسرائیل گفته بودن که مذاکرات دیوید برن آ، رئیس موساد و ویلیام برنز رئیس CIA و سران قطر در روز پنجشنبه حول سرنوشت اسرائیلی ها و خارجی هایی بوده که گروه تندرو حماس در روز 15 مهر به غزه رو و آنها رو مخفی کرده قطر محل زندگی اسماعیل حنیه و شمار دیگری از رهبران حماسه که تو اون هوزل فورزیزن قطر هستند اسماعیل هنی هفته گذشته با سفر به تهران با علی خامنه دیدار و قبل از آن نیز دوبار از آغاز این بحران با حسین امیر ملاقات کرده نکته بسیار جالب اینه که حالا اون از سودانی که نتونست اینا رو راضی کنه که آقا اونور به آمریکا حمله نکنید از این طرف احتمال زیاد تماس تلفنی قطر با جمهوری اسلامی این نمیتونه باشه که آقا بیا شما با حماس صحبت کن چون حماس بیخ گوش اونه جمهوری اسلامی بخواد حماس رو ببینه باید قطر ببینه احتمال زیاد چون فقط اسپانسر بزرگی اسپانسر اصلی جمهوری اسلامی حرف جمهوری اسلامی میخونه حماس تماس گرفتن گفتن که آقا اینا فشار دارن میارن بگید حالا یه چند تایی آزاد کنن یا کلا آزاد کنن مسلما جواب جمهوری اسلامی نشون میده که همچین بنایی رو فعلا ندارن و اینکه آقا قرار اجتناب ناپذیر بشه گستره جنگ نشون این هستش که جوابشون اینا نبوده و تهدیدی هم دارن میکنن که فشار نیید جنگو به بیرون هم بکشونیم اما سخنگوی دولت اسرائیل بسیار زیبا با یک حرکت اوشیهارای باز با دمپای ابری خیس زد تو دهن جمهوری اسلامی گفته اگر آمریکا وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشه تا نابودی کاملش پیش میره بله آقای بن سبتی گفته ممکن آمریکایی‌ها صبورتر از اسرائیل باشن اما اگر اونان وارد اونها وارد عمل بشن اون وقت ورق برای حکومت اسلامی ایران کاملا برمیگرده الگوی عمل آمریکا دخالتش در جنگ جهانی دوم و نوع برخوردش با ژاپن یعنی اگر آمریکا وارد جنگ بشه تا طرف مقابل نابود نکنه دست نخواهد بود زیرا رژیم ایران کاسه صبر همه رو لبریز و به همه اثبات کرده که هر اتفاقی در منطقه روی میده زیر سر جمهوری اسلامیه حرفای امیر عبداللهیان و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مستاق اصطلاح بزندر روی علی خامنه ایه. آقایون سالها حماس آموزش نظامی داد و مسلح کردن اقدام نظامی اون علیه اسرائیل رو برانگیختن حالا مدعی که کار حماس ربطی به اونها نداره لابد گمان میکنن که به این ترتیب خطر جنگ رو از خودشون دور میکنن برای رهبر جمهوری اسلامی جان مردمان غزه و یمن و دیگر جاها کمترین اهمیتی نداره نیروهای امنیتی اسرائیل اصطلاحی دارن که میگن جمهوری اسلامی حاضر تا آخرین قطره خون فلسطینیان بجنگه بیان که البته خودش متحمل کمترین آسیب و هزینه بشه یا مستقیما وارد کارزار بشه کل راهبرد جمهوری اسلامی در منطقه خلاصه شده در پنهان شدن در پس نیروهای نیابتی این همین کار رو در داخل خود ایران در قالب دیگه انجام میده نظیر مواقعی که خشونت و سرکوب علیه مخالفان را به نیروهای به اصطلاح خودسر نسبت میده اما چرخشی که در روزهای اخیر روی داده و حتی خود اسرائیل رو متعجب کرده وارد عمل شدن نیروهای آمریکایی و تقویت اونها در منطقه است به طوری که جنگنده های آمریکایی به فرمان رئیس جمهور آمریکا پایگاه ایران در سوریه هم بمباران کردند ممکنه آمریکایی‌ها صبورتر از اسرائیل باشن اما اگه اونا وارد بشن تا ورق کامل برنگرده بی خیال نمیشن آمریکا اگر وارد عمل بشه دیگه عقب نمینشینه بلکه حملاتش رو دائما شدیدتر و شدیدتر میکنه در واقع آمریکا و تقویت نیروهای اون در منطقه اثبات همین حرف هسته حکومت ایران رو مسئول حملات نیروهای نیابتی این کشور تلقی میکنن ممکنه اسرائیل به دلیل محدودیت جغرافیایی خود وارد جنگ تمام ایار یا توتال نشه اما این در مورد آمریکا صدق نمیکنه الگوی عمل آمریکا دخالتش در جنگ جهانی دوم و مثلا نوع برخوردش با ژاپن مشخصه یعنی اگر آمریکا وارد جنگ بشه تا طرف مقابل رو نابود نکنه بردار. نخواهد بود میخوام بگم که دوره جنگ نامتقارن جمهوری اسلامی به سر اومده هیچ کس در منطقه سادلوه نیست حملات موشکی اخیر حسی به اسرائیل حسی که تا همین اواخر به عربستان هم حمله میکردن نوعی اجماع در منطقه علیه جمهوری اسلامی به وجود میاره چون جمهوری اسلامی ایران کاسه صبر همه رو لبریز کرده از جمله آمریکا و همه نشان داده که هر اتفاقی در منطقه روی میده زیر سر حکومت ایرانه منظور از حکومت ایران همون جمهوری اسلامی و واقعا من فکر کنم الان از یک بچه چهار ساله در عمق جنگل های آمازون بپرسید که آقا یه اتفاقی افتاده در منطقه بمبی منفجر شده موشکی شلیک شده احتمالا میزنه شونت و میگه آقا منطقه چیه تو کل دنیا هر جا داره یه نفر کش نمیشه یه سرش برمیگرده به سپاه پاسداران به خامنی. و اما ارتش اسرائیل اعلام کرده شماری از اعضای واحد نخبه حماس را از بین برده ارتش اسرائیل اعلام کرد نظامیانش که از دو هفته پیش در بخش زمینی عملیات در داخل غزه مشارکت دارند در بامداد روز جمعه 19 آبان با هدایت نیروهای سازمان اطلاعات نظامی شماری از تروریست های واحد نخبه حماس رو که در کشتار در روز 15 مهر دست داشتن از بین بردن این گزارش اضافه کرده در این عملیات احمد موسی فرمانده از واحد نخبه و عمرالهندی فرمانده یک جوخه حماس مستقر در بخش غربی جبالیه در غزه از پای در اومدن. بر اساس این گزارش احمد موسا در حملات ماه گذشته به مردم و نیروهای اسرائیلی در منطقه ساحلی زیکیم و یفتاه دست داشته و در روزهای گذشته نیز یک رشته فعالیت تهاجمی علیه نیروهای اسرائیلی رو در بخش غربی جبالیا هدایت کرده بوده. شاخه نظامی حماس نیروهای کارازموده خودش رو در حملات سازماندهی شده ی روز 15 مهر به اسرائیل سکوت دست داشتن این واحدها واحد نخمه نامیده شده بودند ارتش اسرائیل همچنین روز جمعه اعلام کرده که نیروهایش در داخل غزه با همکاری شباک سازمان امنیت داخلی و امان سازمان اطلاعات نظامی ارتش محمد کهلوت فرمانده واحد تروریستی حماس را از بین بردن نهاد سخنگوی ارتش اسرائیل در این گزارش فیلم هایی رو نیز از کشف کانتینر از موشک های گروه افراطی حماس رو در منطقه ساحلی غزه منتشر کرده نیروهای چسباز اسرائیل در عملیات کشف این تسلیحات حماس مشارکت داشتند این همون کانتینری که الان در خبر رو بهش اشاره کردن اما این اتفاق اتفاق بسیار نگران کننده ای آقا خبرنگاران انگار از حمله حماس آگاهی داشتن اسرائیل خبرنگاران آزاد رسانه‌های غربی مستقر در غزه را متهم کرده که از حمله حماس در غزه آگاهی قبلی داشتند انجمن روزنامه‌نگاران آلمان خواستار شفافسازی در مورد آگاهی قبلی خبرنگاران آزاد از حمله حماس به اسرائیل شده انجمن روزنامه‌نگاران آلمان دی یوتفاو به دنبال گزارشهایی مبنی بر ارائه اطلاعات اولیه به روزنامه‌نگاران آزاد در ارتباط با حمله حماس به اسرائیل خواستار شفافسازی این موضوع شده اینا دوستان همون لحظه که شروع شد اینا جلوتر دوربیناش رو کاشته بودن یعنیشون ایشون خودش از جزء خبرنگاراست و اصلا محال ممکنه که این بابا مثلا با بیرجامه خونه پدرزنش خوابیده بوده بعد مثل من و شما متوجه شده این اتفاق افتاده زمانی که موتوریا دارن میرن اینا وایستادن دارن از ورود اینا فیلم میگیرن قاعدتا مشخصه که در جریان بودن میکا بویستر رئیس این انجمن در برلین از ادعاهای باور نکردنی با های عظیم صحبت کرد او ضمن تاکید بر اینکه خبرنگاران مستقل هستند و در جنگ شرکت نمی کنند گفت برای اعتبار روزنامه نگاری امیدوارم که ادعاها صحت نداشته باشه اینا کسایی که خجالتی هن. یعنی این فیلم و عکسایی که اومده بیرون رو خیلی بهش دقت نمی کنن. امیدوار انشالله که نبوده باشه توی مایاس روزنامه بیلد آلمان به نقل از گزارشگری صادقانه که سازمان غیر دولتی طرفدار اسرائیل خبر داده که چندین عکاس خبرنگار در جریان حمله حماس در هفته اکتبر به سرعت و به صورت مشکوک در صحنه حضور یافتند و از جنایت عکس و فیلم گرفتند شلومی فرهی وزیر ارتباطات اسرائیل هم این ادعا را تایید کرده و گفت حمله در حالی انجام شده که عکاسان حضور داشتند و این اقدام هولناک را ثبت کردند و عملا به شرکت کنندگانی در این حادثه هولناک بدل شدند وقتی میگم اینا دارن میرن اونا وایستادن دادن دورمین رود دستن اینه همون خبرنگاری هم که تو فیلم قبلی دیدید که بغل تانک داشت میرفت اینجا یحیی سنوار داره با جان آبازی میکنه بهاش وزیر هر چه رسانه این ادعای وزیر ارتباطات اسرائیل رو رد کردن با اینکه مردم دارن عکس ها رو میبینن و مشخص چی به چیه اون چهار تا رسانه بس خودشون رد کردن اگه شما نیویورک تایمز بوده اسوسییتد پرس دو تا دیگه اسمش شدم نیست نیویورک تایمز در واکنش به این خبر نوشته که این اتهامات غیر مستند جان خبرنگاران آزاد رو به خطر میندازه چیزی که باز هم دارم میگم یعنی شما سرچ کنید تو فضای مجازی تصاویرشون رو میاره خود شما تصمیم بگیرید که آیا اینا میدونستن یا نمیدونستن سوال که تو عکس تو جایی که خودشون تو فیلم نیستن نیشاشون تو بناگوششون هم بازه اما جمهوری اسلامی یک سیاستمدار اسپانیایی رو ترور کردی که احتمال زیاد زمینه سازی داشته میکرده برای حضور مجاهدین بعد از آلبانی در اسپانیا که قبلا هم صحبتش شد مدت هاست که این حالا رویا رو دارن که بتونن اونایی که تو آلبانی هستن رو به اروپا بیارن چون اروپا در پیکر نداره بیشتر میتونن اون آتش های شرر و شیطنت و به حال اون کسافت کاری خودشون رو در اروپا گسترش بیشتر بدن به حال این فرقه منفور و مجاهدین مدت هاست که در جاهای مختلف سیاست مدارا رو آلوده به پول کردن اینجا هم همونه دقیقا عراتون میگم الان آلخان رو بخش آلخ و ویدال کوادراس رهبر حزب راست افراطی وکس روز پنجشنبه ساعت نیم به وقت محلی با شلیک گلوله به صورتش در مرکز شهر مادرید زخمی شده نمرده این سیاستمدار اسپانیایی به پلیس جنایی اسپانیا که در رابطه با این واقع تحقیق میکنه گفته که به احتمال زیاد زاره و سوی جمهوری اسلامی فرستاده شده بوده آلخو ویدال کواتراس از سالها پیش زمانی که معاونت پارلمان اروپا رو داشت دارای روابط بسیار نزدیکی با سازمان مجاهدین خلق بوده پلیس جنایی اسپانیا اگرچه انگشت اتهام رو به سوی هیچ دولت خارجی نشانه نرفته ولی معتقده که زارب بسیار حرفه ای عمل کرده و نمیتوان او را یک فعال چپ افراطی دانست که از روی خشم دست به این اقدام زده یکی از نمایندگان وکس در پارلمان اروپا به رسانه ها میگه علاوه بر آلخ و ویدار کوادراس دو نماینده دیگر حزب ما در پارلمان اروپا به نام های هرمان ترتش و خاویر زارزلس نیز نیست در گذشته از سوی عناصر وابسته به جمهوری اسلامی تهدید شده بودند الخو ویدال کوادراس نیز در بیمارستان به پلیس جنایی گفته که احتمال اینکه کسی که به او شلیک کرده از سوی جمهوری اسلامی مموریت قتل رو داشته باشه بسیار زیاده و نباید این مسئله رو نادیده گرفت. نام الخو ویدال کوادراس در فهرستی که سال گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی منتشر کرده بود در کنار برخی دیگر از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای اروپایی به چشم میخورد کسانی که نام آنها در این فرست قرار داده شده از سوی جمهوری اسلامی متهم به پشتیبانی از گروه های تروریستی هستند که علیه نظام حاکم بر ایران و برای اخلال در امنیت داخلی فعالیت میکنند آقای کوادراس بارها در نشست سالانه سازمان منفور مجاهدین خلق در پاریس شرکت و سخنرانی کرده در سال 2019 میلادی سنای اسپانیا تحقیقات را در رابطه با پولایی که از این فرقه منفور به شکلهای مختلف به حزب آلخ و ویدال کوادراس وارد شده بود انجام داده بر مبنای تحقیقات و گزارش های دستگاه مالیاتی اسپانیا حزب وکس به اشکال مختلف حدود 800 هزار یورو در سال 2014 سازمان منفور و مجادین خلق دریافت کرده کمک که برخلاف آنچه که در قوانین اسپانیا منظور شده است هرگز در بیلان های رسمی این حزب ثبت نرسیدند. اما در اسپانیا شخصهای حقیقی نمیتونن به هیچ سازمان سیاسی بیش از پنجا یورو کمک مالی کنند یعنی اگر کسی میخواد پول بده به این داداچمون نهایت میتونه پنجا یورو کمک بکنه سازمان مجاهدین خلق از طریق 146 نفر از اعضا و هوادارانش در 15 کشور از جمله آلمان، ایتالیا، سوئیس، کانادا و ایالات متحده کمک های مالی اون رشوه عمیق رو به صندوق این حزب واریز کردن آقای کوادراس قرار بوده که به حال با قدرتی که در حزبش داره و به این امید که پول بدید حزب ما رأی بیاره زمینه حضور مم... این فرقه منفور رو در اسپانیا هم فراهم کنه که فعلا حالا زخمی شده باید ببینیم که قرار دوباره پول بفرستن مثلا چسب زخم شیا خیر اما خیلی ممنونم که اخبار 24 ساعت گذشته با من فراد متقی دنبال کردید تقاضای من از شما اینه که اگر لطف کنید سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لطفا لایک بزنید در فضای مجازی به اشتراک بگذارید در این کانال تلاش همین اخباری برای شما بیارم که معمولا جای دیگه پوشش نمیدن سپاسگزار میشم اگر که کانال رو به دوستان و آشنایتونم معرفی کنید شب روزگارتون خوش باشه تا درودی دیگر به و خدا نگهدارم